سلام پسرای من، خوبین؟ شما خودتون خب خوب این پسر من روز به جان کار داری؟ جانم عزیزم من پسرم روز به خب پسرای من یه صفحه کتابکار فارسی رو ما پیروز عنوان تکلیف خونه داده بودیم که من نگاه کردم و امضا کردم و براتون فرستادم. اینو یه سریع حلش میکنیم میریم جلوتر که میخوایم در واقع یه دو کوچیک بچه ها داشتن اون رو حل کن. میخوایم بریم سراغ کتاب فارسیمون حکایت. کدام دسته از کلمه های زیر پرسشی هستن؟ یکی دو تا بچه های اشتباه زده بودن گزینه یک. نه. البته من براشون علامت زدم. زیرا در جواب چرا میاد. مثلا من میگم چرا امروز اذیت میکنین؟ چرا امروز زیاد آب میخوری؟ چرا امروز مشقاتون نیستی؟ چرا امروز هوا سرده؟ چون و زیرا در جوابش میاد. زیرا امروز من خیلی شکلات خوردم و خیلی دارم فعالیت میکنم. امروز من حوصله زیرا حوصله ندارم مشقامو بنویسم. پس چون و زیرا در جواب چرا میاد. پس این دوتا اشتباهه. حالتهای نامطلوب بچه هست با حالت های نامتون فقط برای ریاضی نیست، برای فارسی هم هست. آیا و چرا میاد؟ شعر یار مهربان سروده یکیست. من یار مهربانم، دانا و خوشبیانم. نمیدونم شعر یار مهربان از آقای عبد یمینی شریف. پنج کلمه است که در آنها حرف یه صدای قابده. همتون درست نوشته بودید، من می نویسم. موج موج رایان یار مهربان صفحه 9 کتابو باز کن. صفحه 9 کتابتو باز کن. آقای عبد یمینی شریف مجتبا مرتضا عیسی موسا حتی هم میشه. خوب ابتدا کلمه ها را یک بار بخوان، حالا بین هر دو کلمه با مداد قرمز ای بگذار که به واسطه بلند بخوان. انار ترش ای میذاریم، سیب خوشمزه که همتون این کار رو کرده بود.
در هر یک از کلمه های زیر شکل و چه صدایی داره؟ خب مو صدای او داره، دوست صدای او داره، خودم صدای او داره، خوب صدای او داره. تیک بزن بچه ها. تو صدای او داره، وقتی صدای و داره، بخواهم نداره، روزی صدای او داره، رازو صدای او داره. کلمات در هم ریخته زیر را مرتب کرده و جمله بساز. باشم همیشه سالم پدر می کنند و من مادرم، که دعا همتون درست نوشته بودید، پدر و مادرم همیشه دعا می کنند من سالم باشم، که من سالم باشم. بعدی نباید دوستان من را مسخره کنیم. خب تاریخ بزنید بالاش. تاریخ امروز 9/10. بچه این تاریخ ها برای من خیلی مهمه ها، خیلی مهمه. جا موندی؟ اینو که قبلا نوشته بودیم مهراد، الان حل نکردیم که، قبلا حل کرده بودیم. چیشو جا موندی؟ بله پویا 99 چند میزنه؟ آفر. خب پسرای من بذارین بچه ها یه دقیقه صبر کنیم. من شاپرک آمد کنار پنجره. بله صوتی خب فارسیتون رو باز کنی. صفحه 54 کتاب فارسی. باید حفظ بشه. بچه یه بار ازتون شعر حفظی میپرسم. هفته دیگه یه روزایی رو مشخص میکنم، یه درسایی رو میخوام ازتون بپرسم. خب بخوان و حفظ کن.
چنل یک رنگی بچه الان برای شما میام داره میخونه الان دیدی بچه صدا میاد الان مثل یک رنگین کمان شاپرک آمد کنار پنجره روی شیشه مثل برگی دیده شد دست بردم تا بگیرم او پرید برگی انگار رختی چیده شد شاپرک باز آمد و آنجا نشست بال رنگارنگ خود را باز کرد آفتاب مهربان چون مادری بالها نازکش را ناز کرد پشت شیشه آفتاب مهربان می درخشید از میان آسمان دیده می شد بالهای شاپرک روی شیشه مثل یک رنگین کمان جعفر علمی شاهد خب مثل یک رنگین کمان زیاده خیلی ناقلایی کجای زیاده چهار بار علوش بخونیم حفظ میکنیم شاپرک آمد کنار پنجره روی شیشه مثل برگی دیده شد بچه تصور کنید قشنگ به تصویر کشیده با شاپرکو دست بردم تا بگیرم او پرید برگی انگار از درخت چید چقدر زیباست این شعر شاپرک باز آمد و آنجا نشست بال رنگارنگ خود را باز کرد آفتاب مهربان چون مادری بالهای کش را ناز کرد پشت شیشه آفتاب مهربان می درخشید از میان آسمان دیده می شد بالهای شاپرک روی شیشه مثل یک رنگین کمان خب دیدین چقدر قشنگ بود پویان بخونش خانم بود بخونم من از یک کتاب بخونم درست بخونی شاپرک اومد کنار پنجره روی شیشه مثل برگی دیده شد دست بردم تا بگیرم او پرید برگ انگار از درختی چیده شد بذار تصویر بهت بدم بچه ها خونه پویانینا ببینید چقدر رویایی با این شعر اصلا هم خونه صدای بونجیش کرد میاد صدای بلبل یه طرف برگی انگار از درختی چیده شد شاپرک باز آمد و آنجا نشست بال رنگارنگ خود را باز کرد آفتاب مهربان تو مادری بالهای نازکش را ناز کرد پشت شیشه آفتاب مهربان می درخشید از میان آسمان دیده می شد بالهای شاپره روی شیشه مثل یک رنگین کمان مرسی چقدر قشنگ خوندی مرسی آفرین بچه ها این که شعر رو خوب بخونیم خیلی هنره ها علی معینی دست رو بالا کن علی معینی سلام علی خوبی؟ خوبی پسرم؟
خوبم. آقا برای من نشین ببینم با صدای خوشگله. اینو بله میگم. بله مثل یک رنگی کمال کمال رنگی کمال گوش کن اسم شعرمون مثل یک رنگین کمان بخونش. مثل یک رنگین کمان شوپرک آمد کنار پنجره روی شیشه مثل برگی دیده شد دست برد تا بگیرم بردم. او پرید برگی انگار از درختی چید شد چیده شد شوپرک باز آمد و آن جا نشست. ببین علی تو شعر و نمیگیم. علی گوش کن تو شعر و نمیگیم. شاپرک باز آمد جا نشست. شاپرک بال من این باز آمد و آنجا نشست. باله کجا بودن نشست بال رنگارنگ ببخشید از تصویر بریم کنار بی زحمت. بال رنگارنگ که خود را باز کرد. مرسی علی جان. رادین رادین رضایی از شاپرک بخون. از صداتون بد اومد دوباره میگی. از خط پنجم بخون. شاپرک باز آمد و آنجا نشست بال رنگارنگ خود را باز کرد آفتاب مهربان چون مادری بالهای نازکش را ناز کرد پشت شیشه آفتاب مهربان می درخشید از میان آسمان دیده می شد بالهای شاپرک دیده می روی شیشه مثل یک روی شیشه مثل یک رنگین کمان. مرسی. خب امیر رضا شیش تاشو بخون. سلام عزیزم شیش خطشو بخون. شاپرک باز آمد و آنجا نشد بال رنگارنگ خود را باز کرد. اول بخون. شاپرک آمد کنار پنجره روی شیشه مثل برگی دیده شد دست بردم تا بگیرم او پرید برگی انگار از درختی چیده شد شاپرک باز آمد و آنجا نشست بال رنگارنگ خود را باز کرد. مرسی عزیزم. محمد رضا حاتمی پسرم دستتو بیار بالا. محمد رضا خب پسرم بخون بقیه شو. سلام خانم. سلام عزیز دلم. سلام. تاب مهربان چون مادری بالهای نازک کش را ناز کرد پشت شیشه آفتاب مهربان می درخشید از میان آسمان دیده می شد بالهای شاپرک روی شیشه مثل یک رنگین کمان. مرسی قربونت عزیزم. خب آرشا بعد آرشا پرهام آماده باشه. سلام آرشا بخون. سلام. مثل یک شاپرک آمد کنار پنجره روی شیشه مثل
برگی دیده شد. دست بردم تا بگیرم، او پرید، برگی انگار از درختی چیده شد. شاپرک باز آمد و آنجا نشست. تو شعر و نمیگی مارشا بال رنگ و نمیگی مارشا شاپرک باز آمد و بال رنگارنگ خود را باز کرد. مرسی عزیز پرهام. بخون پرهام. بعد پرهام روزبه آماده باشه. من چرا روحام بخونم؟ من پرهام اومدم فعال کنم. شاپرک آمد کنار خط دومی آفتاب مهربان. ببین خط کشیدم تو آفتاب مهربان تو مادری بالهای نازوکش را نازوکش را ناز کرد. پشت شیشه آفتاب مهربان می درخشید از میان آسمان. دیده گذاشتیم پسر من بخونه. بالهای شاپرک روی شیشه مثل یک رنگین کمان. مرسرم مرسه قربونت برم. من خدایی هم که سرود رو حداقل بخون. گناه داری؟ نه. آبای جعفر چی؟ جعفر ابراهیمی آفرین شاهد. مرسی که معروف بوده به شاهد. البته ما تو شعر میگیم تخلص داره، مثلا حافظشون حافظ نبوده چون اونو از حفظ بودن بهشون میگفتن حافظ. در واقع به این میگیم تخلص. بزرگتر میشه یاد میگیریم. روزبه سلام. روزبه سلام خانم معلم. نوربین بده ببینمه. مرسی. سلام. خوبی عشقم؟ بله. بخون. مثل یک رنگین کمان شاپرک آمد کنار پنجره، روی شیشه مثل برگی دیده شد. دست بردم تا بگیرم، او پرید، برگی انگار از درختی چیده شد. شاپرک باز آمد و آنجا نشست. بال رنگارنگ خود را باز کرد. مرسی عزیزم خیلی خوب خوندی. بچه و را تو شعر نگیم، و تبدیل میشه به او. مثل عددها میگیم 20 و 3 یا میگیم 20 و 3، تبدیل میشه به او. همون ویه که او خونده میشه. شاپرک با بعد و آنجا نشست. بچه یه داستان به صورت شعر تصور کنید. تو یه شاپرک کنار پنجره نشسته بوده که موقعی که نگاهش میکردی مثل برگ درخت بوده. میگه اما بردم که بگیرمش، ولی پرواز کرد. برگی انگار از درختی چیده شد، یعنی پرواز کرد رفت. شاپرک باز آمد و آنجا نشست، یعنی میگه شاپرک دوباره برگشت. بال رنگارنگ خود را باز کرد. بال شاپرک خیلی بچه ها. آفتاب مهربان چون ما بالهای نازک ناز کرد. چقدر تشبیه قشنگیه. چقدر، یعنی آفتاب تابید. ببین به زبون خودمون آفتاب تابید برگهاش، ولی تو شعر شعر خیلی زیبایی. بچه من ادبیات خوندم فقط چون عاشق شعر بودم. بالهای نازکش را ناز کرد. آفتاب رو تشبیه کرده مثل به یه مادر. چجوری مادر شما را نوازش میکنه؟ آفتاب اومده بالها پرک و نوازشه. پشت شیشه آفتاب مهربان می درخشه.
جریان آسمان دیده میشد بالهای شاپرک روی شیشه مثل یک رنگین کمان. چقدر زیباست. ادامه شو آروین عباسی دست رو بالا بگیره. آروین جان دست بگیر. آروین بهت صدا و دوربین دادم. بخون بقیهش رو. آفتابان محسن فرهادی بقیهش رو بخونه. آروین آنلاین شدی؟ دست رو بگی بالا. کجایی آروین؟ محمد حسین؟ سلام خانم. سلام عزیزم، بخون. بال رنگ و رنگ خود را باز کرد. آفتاب مهربان چون مادری بالهای نازکش را ناز کرد. پشت شیشه آفتاب مهربان می درخشید. از میان آسمان دیده می شد. بالهای شاپرک روی شیشه مثل یک رنگین کمان. مرسی عزیز دلم. چقدر خوب خوندی. آروین عباسی از اول بخون پسرم. سلام خانم. سلام عزیزم. از اول بخونم؟ بله. مثل یک رنگین کمان شاپرک آمد کنار پنجره روی شیشه مثل برگی دیده شد. دست بردم تا بگیرم. پرید. خانم من یه دقیقه کتابم میارم. کتابم رو یادم افیارم. پس اون موقع داشته چه کار میکردی؟ راستش رو بگو. الان کتابم میخوای قطع کنم دوربین تو؟ بله. بچه ها ما حدود 7-8 بار از این شعر خوندیم. مهراد خانم ببخشید خط چندان بود؟ مثل یک رنگین کمان بخوان و حفظ کن. مثل یک رنگین کمان شاپرک آمد کنار پنجره روی شیشه مثل برگی دیده شد. دست بردم تا بگیرم او پرید. برگ انگار از درختی چیده شد. شاپرک باز آمد و آنجا نشست. مگه نگفتم ور رو تو شعر نمیگیم؟ بیشتر از 10 بار من امروز اینو گفتم. باشه. شاپرک باز آمد و آنجا نشست. بال رنگارنگ خود را باز کرد. متشکرم. رایان بخونه بقیه شو. رایان بخونه. رایان نیستی؟ رایان چه کنم نتیست نیستی؟ پرهام بخونم. پرهام بخونم. ببخشید این یه خوره خراب منه. یه خوره طول بکشه. صدام فرق کنم. اونجا من یه جای دیگه دارم درس میخواد. تو اسکارو نیستم. یه جای دیگه. یعنی اون همون جایی که همیشه درست مورد نیست همی خواهد تو میکشه. خب خانم خطه چنده هم بودیم؟ نمیدونی کجا بود؟ نه چند دقیقه آخر رفتم آب بخورم خیلی تشته بود. پس باشه من قطع میکنم وصل میکنم به یه دفعه موزی که بدونه کجا بود.
کامیار بگه. بچه من ناراحت میشم. وصل میکنم دانش آموز کتاب نیاورده. یه ذره دارم ناراحت میشم. بخون کامیار. سلام. آفتاب مهربان چون مادری بالهای نازکش را ناز کرد. پشت شیشه آفتاب به مهربان می درخشید. از میان آسمان دیده می شد. بالهای شاپرک روی شیشه مثل یک رنگی کرد. مرسی. ما 8 بار ما از روی شعر خوندیم. یعنی 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 بار یک بار من خوندم 8 بار یک بارم ویسشو گذاشتم 9 بار خونده شد این شعر. وقت به دانش آموز میگون هنوز مکس میکنه، یعنی اینکه چیزو گذاشته اینجا داره یه کار دیگه میکنه و فقط داره میشنوه که من صداش کردم بدو بیاد کنه. این منو ناراحت میکنه، خیلی ناراحت میشم بچه. اگر اینطوریه منم بشینم سر گوشیم بشینم بازی کنم و راحته و کار خوبیه، دوستشم دارم این کارو، یا بشینم کتاب بخونم. شما سر مشق بنویسید من کتاب بخونم، خوشاینده براتون؟ من اینا همه رو منفی میذارم. من واقعا موقع نمره انضباط دادم نه همه منظور میشه. خب درس بعدی همکاری. همکاری حضرت محمد صلی الله علیه و آله از شهر شهر حاکمی استراحت کنید از آن. یکی از یاران گفت من حاضرم که قضا کنید. دیگری گفت من هم آب میدید. به این ترتیب هر یک از یاران همکاری کنید. حضرت محمد صلی الله علیه و آله وسلم من هم هیزم جمع همراهان گفتن شما استراحت کنید. حضرت محمد صلی الله علیه و آله من هم مثل یکی از شما دست همه باید همکاری همکاری. حضرت محمد صلی الله علیه و آله میگم بخونیم. از شهری و یارانش از شهری به شهر دیگری میرفتن. در راه خسته شدن. ایستادن تا کمی استراحت کنند و غذایی بخورند. یکی از یاران گفت من هم که غذا درست کنم. دیگر من هم آب میآورم. به این ترتیب هر یک از یاران جامعه کاری را پذیرفتند. حضرت محمد صلی الله علیه و آله فرمودند من هم هیزم جمع میآورم. همراهان گفتند شما استراحت کنید، ولی حضرت محمد صلی الله علیه و آله نپذیرفتند و گفتند من هم مثل یکی از شما هستم، در سفر همه باید همکاری کنیم. امیر صدرا بخون پسرم، بعدش تاها آماده باشه.
سلام کنم. سلام عزیزم، بخون. حضرت محمد صلی الله علیه و یارانشان از شهری به شهر دیگری می رفتند. در راه خسته شدند، ایستادند تا کمی استراحت کنند و غذای بخورند. یکی از یاران گفت من حاضرم که غذا درست کنم. دیگری گفت من هم آب می آورم. به این ترتیب هر یک از یاران انجام کاری را پذیرفتند. مرسی تاها. اینقدر دستا بالاه، من نمیدونم تاها کجاست. تاها بخون. خب بخون پسرم. سلام خانم. سلام عزیزم، خوبی؟ بخون پسرم. باشه. حضرت محمد صلی الله فرمودن. نه ادامه شو بخون. آها بله بله بفرمید. فرمودن من هم هیجم جمع می کنم و می آورم. یه دقیقه تاها ببخشید. بچه های هیوم همون چوبو میگن برای آتیش جمع میکنن که باهاش آتیش درست کنن. خب بفرمایید. همراهان گفتن شما استراحت کنید، ولی حضرت محمد صلی الله نپذیرفتند. بولن کردند و گفتن من هم مثل یکی از شما هستم، در سفر همه باید همکاری کنیم. مرسی پسرم. مهیار، بعدش امیر رضا. اونایی که شعر خوندن دستشونو ببرن پایین. مهیار و بعدش هم امیر رضا. امیر رضا شما شعر خوندی؟ فکر کنم امیر رضا خوند. سلام. مهیار بعد آلبین بخون پسرم از اول. حضرت محمد صلی الله علیه و آله، اشکال نداره شما همون صلی الله بگید. و یارانش و از شهری به شهر دیگری می رفتن. در راه خسته شدن، ایستادن تا کمی استراحت کنند و غذا بخورند. یکی از یاران گفت من حاضرم غذا درست کنم. دیگری گفت من هم آب می آورم. مرسی پسر گلم. مرسی آروین گل محمدی. بچه اونایی که خوندن دستشون رو ببرن پایین لطفا. مرسی محمد حسین، شما هم شعر رو خوندی، دست رو ببر پایین بزحمت. دیگری گفت من هم آب آورم. آروین قد شدی، یه بار دیگه وصل کن. خانم صدا میاد؟ بله صدا وصل میکنم، دوربینت بکنم وصل میشه، نتت ضعیف میشه. خب بگو. به این ترتیب هر یک از یاران انجام کاری را پذیرفتند. حضرت محمد فرمودند اماد شما بخون، ظاهرا نت پسرم مشکل. بخون پسرم. سلام. سلام عزیزم. به
به این ترتیب هر یک از یاران انجام کاری را پذیرفتن. حضرت محمد صلی الله علیه و آله فرمودن من هم میزون جمع می کنم و می آورم. همراهان گفتن شما استراحت کنید. ولی حضرت محمد صلی الله نپذیرفتن و گفتن من هم مثل یکی از شما هستم. در سفرنامه باید همکاری کنیم. مرسی پسرم، مرسی. بچه زنگ تفریح شد، برین استراحت کنین. من الان پسرایی که نخوندن سید امیر حسین و روحام خوند. سید امیر حسین و مانی نخوندن. درسته؟ کیا اصلا نخوندن؟ رایان هم نخوند. شعر رو چیز حساب میشه؟ شعر حسابه. مهراد مگه شما شعر رو نخوندی؟ پس رایان نخونده، محمد حسین، سید امیر حسین نخونده، مانی نخونده و سید امیر حسین پرهام هم نخونده. آها اینایی که وصل کردم بلد نه خونده حساب میشن. آقا پرهام شما خونده حساب میشی. حالا برین یه استراحت کنین، زنگ آخر میایم. زنگ بعد بچه ها زبان دارین. فعلا خدا نگهدارتون.